سلام به شما همراهان عزیز به مشروع خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. مانور یگانهای توبخانه ارتش آذربایجان در نزدیکی مرزهای ایران ارتش آذربایجان در منطقه جبرائیل و نزدیک مرزهای ایران مانور نظامی برگزار میکنند. حمله توهینامیز نتانیهو به فرماندهان ارتش رژیم سحب نیستی. نشریه یل از حمله بنیامین نتانیهو نخست وزیر رژیم سحب به فرماندهان ارتش این رژیم در خلال جلسه در محل ستاد کل ارتش اسرائیل خبر داد. بر اساس این گزارش نتانیاهو در این جلسه که به مناسبت فرارسیدن عید پاک برگزار شد، پس از خروج خبرنگاران از سالن نشست، با انتقاد از عملکرد فرماندهان ارتش اسرائیل و با لحنی تحقیرآمیز به نظامیان حمله کرده است نتانیاهو در ابتدای جلسه با اشاره به اهمال و کمکاری ارتش در مهار اعتراضات و مشارکت بسیاری از نظامیان در اعتراضات علیه کودتای غذایی و یفسوده شما ارتشی 20 میلیارد دلاری هستید اما در تظاهرات ها علیه کابینه مشارکت میکنید این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست چگونه به سربازان ذخیره اجازه میدهید تا هر طور که دوست دارند رفتار کنند در صورت عدم فرمانبری آنها از دستورات تمرد سراسر سر ارتش را فرا خواهد گرفت نخست وزیر رژیم ساهنیسی در ادامه با مقایسه ای ارتش این رژیم با ارتش فرانسه و آن در اعتراضات سراسری ضد دولتی در پاریس افسود در فرانسه همه ملت در حال تظاهرات هستند اما ارتش در امور سیاسی دخالت نکرده و نمی کند. ارتش ما هم باید این چنین باشد گفته می شود یکی از فرماندهان ارتش پس از شنیدن لحن تون و تاخیر آمیز نتانیاهو قصد داشته تا به او اعتراض کند اما نخست وزیر اسرائیل از او خواسته تا ساکت باشد توافق موشکی 400 میلیون دلاری یونان با رژیم صح نیستی. یو اف وزیر جنگ رژیم اشغالگر قدس درباره توافق با یونان گفت که این توافق بر مشارکت قوی بین دو طرف و همچنین تعهد آنها برای تضمین ثبات منطقه تاکید میکند. ایال زمیر مدیر کل وزارت جنگ این رژیم و آریستی دیکس الکسوپولوس مدیر تدارکات دفاعی وزارت دفاع یونان در مراسم امضای توافق فروش موشک های اسپایک حضور داشتند این مقام رژیم اشغالگر قدس این توافق با یونان را نشانه دیگری از مشارکت راهبردی بین رژیم صهیونیستی و یونان خان رسانه های رژیم صهیونیستی خبر دادند که یونان 370 میلیون یورو یک ممیز 44 میلیارد شکل معادل 400 میلیون دلار برای این موشک های ساخت شرکت صهیونیستی رافائل پر خواهند کرد بنابر اعلام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی موشک های اسپایک در حال حاضر توسط حدود 40 کشور از جمله 19 کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو استفاده می شوند